فصل 11. بسیار خوب. شاید فرمول جادویی به درد شما نخورد. شاید سود بالای آن، ریسک پایین و سادگی این فرمول برایتان اهمیتی نداشته باشد. در حقیقت شما می‌خواهید خودتان سهام را انتخاب کنید. دیدیم که در تخمین درآمد سال آینده و احتمال افزایش آن چقدر خوشبین بوده ایم. سپس می‌توانیم سود درآمد عادی را با سود سرمایه‌گذاری دولتی 6% و دیگر موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مقایسه کنیم. آیا انجام آن سخت به نظر می‌رسد؟ بله، همینطور است. اما غیر ممکن نیست. افراد بسیاری وجود دارند که می‌توانند این محاسبات را انجام دهند. در حقیقت من و شرکایم از قواعد فرمول جادویی به همین صورت استفاده کرده و خودمان برای سرمایه‌گذاری تصمیم گیری می‌کنیم. اما اگر شما از پس این محاسبات برنمی‌آیید، شما حق ندارید خودتان سهام را انتخاب کرده و سرمایه گذاری کنید. درست است، فراموشش کنید. اما چند لحظه صبر کنید. فرمول جادویی عملکرد خوبی دارد و از نتایج سال گذشته استفاده می کند. هیچ حدس و گمانی انجام نمی دهد. چگونه ممکن است که این فرمول سهام را انتخاب کند در حالی که من از شما می خواهم خودتان این کار را انجام ندهید؟ بسیار خوب. در واقع فرمول جادویی سهام شرکت ها را به صورت تک به تک انتخاب نمی کند. بلکه سهام مختلف را همزمان و یک بار انتخاب و خریداری می کند. با بررسی لیست سهام متوجه می شویم که استفاده از درآمد سال گذشته کار درستی است، زیرا میزان درآمد آینده را مشخص می کند. البته این میزان برای شرکت های خصوصی صدق نمی کند، اما به طور میانگین با توجه به درآمد سال گذشته می توان حد زد که در آینده درآمد یک شرکت چگونه خواهد بود. به همین دلیل است که می‌خواهیم از فرمول جادویی استفاده کنیم، زیرا در این صورت می‌توانیم 20 یا 30 سهام را یکجا خریداری کنیم. کاری که فرمول جادویی انجام می‌دهد این است که میانگین را به دست می‌آورد. از آنجایی که میانگین سود مشخص شده، به معنای این است که سرمایه‌گذاری شما سود بالایی در بر خواهد داشت، با خرید تعداد زیاد سهام انتخاب شده توسط این فرمول می‌توانید به میانگین سود تعیین شده نزدیک باشید. امیدوارم تا به این لحظه 99% شما را متقاعد کرده باشم که از این فرمول استفاده کنید. اما آن دسته‌ای که متقاعد نشدند و ترجیح می‌دهند خودشان سهام شرکت‌های خصوصی را خریداری کنند، باید یک مورد را در نظر بگیرند. حتی تحلیلگرهای حرفه‌ای و مدیران مالی هم به سختی می‌توانند سهام شرکت‌های خصوصی را ارزیابی کرده و پیش‌بینی کنند. برای این افراد پیش‌بینی درست سهام 20 تا 30 شرکت حتی دشوارتر است. پس نمیتواند برای شما آسان باشد. پیشنهاد من این است که اگر برخلاف تمام این اختارها هنوز هم میخواهید سهام شرکت‌های خصوصی را خریداری کنید، پس به پیشبینی و محاسبات نیازی نیست. سهام چند شرکت خوب که قیمت پایینی را دارند خریداری کنید. برای آن دست از سرمایه گذاران انگوش شمار که توانستند درآمد یک سال عادی در گذشته و آینده را محاسبه و پیشبینی کنند، خرید سهام چند شرکت موفق با قیمت پایین میتواند سرمایه گذاری موفقی باشد. به طور کلی اگر محاسبات را خوب انجام داده و نسبت به شرکت‌هایی که قصد دارید سهام آنها را خریداری کنید شناخت کاملی داشته باشید، با خرید 5 الی 7 سهم در صنایع مختلف می‌توانید به 80% درآمد مورد انتظار خود دست پیدا کنید. اما اگر در انجام محاسبات و پیش‌بینی ارزش شرکت‌ها موفق نباشید، آن وقت باید چه کار کنید؟ آیا راه دیگری وجود دارد که در انتخاب سهام به شما کمک کند؟ تا همانند یک احمق به کارخانه دینامیت سازی نروید؟ البته برخی از افراد انفجار را دوست دارند، اما مطمئنا شما جز آن دسته نیستید. پس باید قبول کنید که این فرمول به شما کمک می‌کند و نمی‌توانید از دست آن خلاص شوید. بسیار خوب. به جای اینکه سهام هر شرکتی که توجهتان را جلب کرد خریداری کرده یا شرکت‌های انتخاب شده توسط فرمول جادویی را کورکورانه قبول کنید، آیا بهتر نیست این دو راهبرد را ترکیب کنید؟ بنابراین کار خود را با فرمول جادویی آغاز کرده و یک لیست از شرکت‌های موفق تهیه کنید. سپس با هر روشی که خودتان می‌خواهید یک لیست از شرکت‌های مورد علاقه خودتان را نیز تهیه کنید. با این حال در نهایت باید از 50 یا 100 شرکتی که در بالای لیست قرار گرفتند انتخاب کنید. درست همانند شرکت مورد نظر خود شناخت کافی داشته و به محاسبات و پیش‌بینی‌های خود اعتماد دارید، در آن صورت خرید 5 تا 8 سهم از صنایع مختلف می‌تواند سرمایه‌گذاری قابل قبول و موثری به شما آید. 5. اکثر افراد حق ندارن خودشان سهام را انتخاب کرده و سرمایه گذاری کنند. آیا دوباره تکرار کردم؟ خرید 5 تا 8 سهم چگونه میتواند یک راهبرد مطمئن در نظر گرفته شود؟ این راهبرد را به این صورت در نظر بگیریم. شما یک تاجر محلی هستید که تمام سرمایه و کسب و کارتان را به مبلغ 1,000,000 دلار به فروش رسانیده اید. اکنون میخواهید این پول را در کسب و کار موفقی سرمایه گذاری کنید که بعد از مدتی سود خوبی نصیبتان شود. فرض کنید شانس این را دارید که با پول فروش کسب و کار خود بخشی از سهام شرکت‌های موجود در شهرتان را خریداری کنید.
شما فقط 30% این شرکت ها رو میشناسید، اما میخواهید در شرکت هایی سرمایه گذاری کنید که نسبت به آنها شناخت کافی داشته و مطمئن هستید که آینده خوبی دارند و با قیمت مناسبی هم به فروش میرسند. درباره شرکت هایی که آنها را میشناسید و نسبت به پیش بینی های خود درباره آنها اطمینان دارید، می توانید میزان درآمد عادی آنها را در چند سال آینده محاسبه کنید. همچنین در جستجوی شرکت هایی هستید که اطمینان دارید در چند سال آینده فعالیت خواهند داشت و به شرکت هایی اعتقاد دارید که در طول زمان درآمدشان افزایش می یابد. سپس بر اساس محاسبات خود میزان سود و بازگشت سرمایه هر کدام از این شرکت ها را محاسبه خواهید نمود. البته که به دنبال شرکت‌های موفقی هستید که می‌توانید با قیمت پایین سهام آنها را خریداری کنید. سپس بر اساس این پیش‌بینی‌ها 5 سهام مورد علاقه خود را انتخاب نموده و برای هر سهم $200,000 سرمایه گذاری کنید. آیا به نظرتان در این کار ریسکی وجود دارد؟ حتی کسی که از پس خواندن متون مالی هم برنمی‌آید می‌تواند این سرمایه گذاری را انجام دهد. اما اگر کمی اطلاعات داشته باشید، آیا خرید 5 سهمی که مورد توجهتان قرار گرفته است کافی است؟ آیا بهتر نیست 8 سهم مورد علاقه‌تان را خریداری کنید؟ به نظر من بیشتر افرادی که خرید سهام را به عنوان خرید مالکیت یک شرکت در بازه زمانی مشخصی در نظر می‌گیرند، اعتقاد دارند که اگر 1,000,000 دلار را در سهام شرکت‌ها و صنایع مختلف سرمایه گذاری کنند، برای مثال 5 تا 8 شرکتی که با قیمت پایین به فروش می‌رسند، عاقلانه‌تر خواهد بود. حداقل من این گونه فکر می‌کنم. هر چقدر نسبت به سهام و شرکتی که در لیست خود قرار داده ام مطمئن‌تر باشم، در شرکت‌های کمتری سرمایه گذاری می‌کنم. با این حال، هر سرمایه گذار با دید مختلف و روش مختلفی لیست خود را سازماندهی می‌کند. در حقیقت، هر سهامی که با تصمیمات آقای مارکت مرتبط باشد، سرمایه گذاران را می‌ترساند و باعث می‌شود که ریسک‌های احتمالی را در نظر بگیرند. اگر فقط کوتاه مدت و آمار پیچیده را در نظر بگیریم، در آن صورت خرید تعداد زیادی سهام از شرکت‌هایی که شناخت کمی نسبت به آنها داریم، در مقایسه با خرید سهام 5 تا 8 شرکت که آنها را خوب می‌شناسیم و از درآمد آینده آنها مطمئن هستیم و به قیمت پایینی هم به فروش می‌رسند، منطقی‌تر به نظر می‌رسد. به طور خلاصه باید گفت افراد کمی که توانایی، اطلاعات و زمان کافی دارند تا سهام شرکت‌های مختلف را بررسی و پیش‌بینی کنند، خرید سهام کمتر، سرمایه گذاری پرسودتر، مطمئنتر و حتی جالبتری خواهند داشت. این مقایسه از یکی از بهترین سرمایه گذاران جهان گرفته شده است.